به پیوی خوش اومدید. من برای بیننده هم یه توضیح بدم، فاطمه خانم تنها بازمانده حادثه تلخ متروپولن که از زیر آوار زنده بیرون اومدن. لحظه رو میشه واسه اون لحظه تلخ رو میشه برامون تعریف کنید چی شد دقیقا؟ تو چه حالی بودین؟ چه ساعتی؟ کیا دورتون بودن؟ زمانی که این اتفاق افتاد، خب یه بک میزنیم برمیگردم به اون لحظه ای که شروع شد اون اتفاق، که من نشسته بودم و به همراه همکارم آقای دیریس بود که یکی از فوت شده ها بودن، داخل دفتر بودیم. دفتر ما در واقع توی خیابون اصلی بود، توی خیابون اصلی بود که خیابون امیری نام داره. زمانی که من توی دفتر بودم، خب ما بقیه واحد هامون که توی طبقات بالا بود، توی طبقه 5 خود متروپول بود، که حالا بگم که این رو ما بقیه طبقات هنوز شروع به کار نکرده بودن، یعنی ساختمون هنوز افتتاح نشده بود و فقط خودمون اونجا بودیم و یه سری از مغازه های همون بر اصلی خیابون. زمانی که من نشسته بودم حالا با گوشیم کار میکردم، تقریبا طرف های فکر میکنم ساعت 12:30 بود اگر اشتباه نکنم، حالا اینجوری به من گفتن چون خودم تایم اون لحظه رو دقیق نمیدونم. با گوشی داشتم کار میکردم، من پشت میزم نبودم، من از سمت ارباب رجوها نشسته بودم، یعنی روی صندلی ارباب رجوع نشسته بودم و به دیوار مغازه جفتی نزدیک بودم. یه لرزش خیلی شدیدی توی ساختمون افتاد که این لرزشه یه ترس خیلی عجیبی، یعنی یه ترسی که اصلا قابل درک نبود، یعنی نمیشه گفت مثل زمین لرزه است، نمیشه اصلا هیچ درکی ازش نداشتم که مثلا این چرا داره الان میلرزه این ساختمون. اولین جایی که نگاه کردم به سقف بود، با ترس به سقف نگاه کردم. تا اومدم بلند شم، یعنی یه اتفاق کاملا ناگهانی و خیلی کوتاه، در حد 2 ثانیه، در حد 3 ثانیه، یعنی نه بیشتر. من گوشیم توی دستم بود، هنوز داشتم با گوشی چت میکردم، گوشی تو دستم بود. بلند شدم ایستادم که مثلا ببینم چه خبره، این ساختمون داره اینجوری میلرزه. نگاه سقف کردم، بلند شدم ایستادم، دیدم خاک گرفت، مثلا یهو انگاری که شدید داره میلرزه که خودم نمیتونم روی پاهام بایستم، یعنی تکون میخوردم، یه لرزه خیلی شدیدی شدید بود. آره، اومدم که در واقع یه جورای فرار کنم، یه جورای خودم رو نجات بدم، که واقعا این یه جورایی میشه گفت حالا جلومو گرفت، سبب خیر شد که من فرار نکردم. چرا؟ چون که اومدم که فرار کنم، سکوریت بهش فشار اومد، یعنی اون آوار که طبقه به طبقه داشت می اومد روی هم، به اون واحد همکفی که ما بودیم دیگه فشار اومده بود دیگه، روی سکوریتو گرفت، روی سکوریتو گرفت و سکوریت 1000 تیکه شد، یعنی به یه شکل خیلی وحشتناک، یعنی اصلا جوری جلو رفت که من حتی فرصت نکردم جیغ بکشم، یعنی شوکه شده بودم، فقط نگاه میکردم که اصلا چی شده. اون لحظه اومدم فرار کنم از داخل دفتر که برم بیرون، دیدم سنگای خیلی بزرگ داره میفته وسط خیابون. تو اون طبقه همکف چند نفر بودین؟ توی همون دفتر 2 نفر بودیم. شما و یه نفر دیگه؟ بله بله، درست. زمانی که اینجوری شد، این اتفاق افتاد، که حالا میگم سبب خیر شد که اصلا من نرم بیرون انگار، و کار خدا بود، دیدم که سنگای خیلی بزرگ و وحشتناکی داره خیابون، وسط خیابون امیری میفته و سکوری ترکید سمتم و دیگه هیچی یادم نمیاد. تا زمانی که چشمامو باز کردم، یعنی اول صدا شنیدم، صدای آژیر بود، صدای جیغ بود، صدای فریاد بود، مردم داد و بیداد میکردن، کمک میخواستن. اصلا تصویر از این صداها، تصویر تاریک بود برای من،
چون من کامل زیر آوار بودم و 4 تا از انگشتام بیرون بود که اونم همون اول بیرون نبود، من یه جورای راه پیدا کردم که خودمو نشون بدم. تصویر کامل تاریک بود برای من و من فقط، یعنی تا اینجا سنگ بود، روی صورت من سنگ بود و یه چشم که نمیدید. این چشم کامل باد کرده بود. آره، تو عکسا دیدم کامل باد کرده بود این چشمم و خب جوری که تا 2 روز فقط از توی چشم من سنگ در می آوردن، یعنی در این حد آسیب وارد شده بود به چشمم. چشمم ورم کرده بود و نمی دیدم، این چشم بسته بود و با این چشم که باز بود سعی کردم که تکون بخورم، تکون خوردم، دیدم من نمیتونم تکون، یعنی اصلا لحظه درکی از موقعیتم نداشتم و اتفاقی که افتاده، اصلا انگار یادم نمی اومد چی شده. در حد چند ثانیه همه چیز ظرف چند ثانیه اتفاق افتاد، شما بیهوش شدین و به هوش اومدین، دیدین توی تاریکی اینو صدای جیغ و داد و آه و ناله مردم میاد. بله بله دقیقا. و دیدم که نمیتونم اصلا تکون بخورم، این دست من که کامل قفل شده. اول من دوتا دستامو تکون بدم دیدم یه دستم تکون نمیخوره، گیر کردم. و زمانی که من یکم فشار بیشتری آوردم متوجه موقعیتم شدم، یکم این ورون ور کردم، دست کشیدم، این دستم که گوشی بهش بود آزاد بود، تا حدی که به این شکل تکون بخوره آزاد بود. این دستم روی قفسه سینم، یعنی به این شکل کامل با فشار خیلی زیاد، یعنی تمام اون آوارها، بتنها، سنگینی ها روی من بود و متوجه شدم که اصلا نمیتونم نفس بکشم، یعنی یه خفگی خیلی بد. یه از اون موقع تا الان من فقط، یعنی میگم که چجوری تونستم دووم بیارم، یه خفگی، اصلا صدای نفسام دیگه در نمیومد، یعنی به یه حالت خیلی بدی رسیده بود روی هم. نمیتونستی داد بزنی، نجیغ بزنی؟ اومدم که داد بزنم، به خودم اومدم گفتم خب الان من که این زیرم، یعنی کسی اصلا صدای منو میشنوه، من انرژیمو هدر بدم، داد بزنم، خب با این داد زدن من انرژیم تازه هدر میره، نفسی که دارم هم تازه ازم گرفته میشه. تا اینکه گوشیم زنگ خورد، متوجه گوشیم شدم، دیدم گوشیم داره زنگ میخوره و به این شکلی که بود من با این دستم تونستم که جواب بدم. جواب دادم، گوشم رو اسپیکر یکی از دوستامون بود، همطوری داشت جیغ میزد، جیغ میزد که کجایی کجایی، فقط بگو کجایی، متروپول بودی، تو دفتر کارتون بودی. من شروع کردم که گریه کردم و چیز درستی یادم نمیاد، ولی فقط یادمه که بهش گفتم که با آجیم تماس بگیر، به آجی بگو که سقف ریخته رو سرم، نمیتونم نفس بکشم. آجی میشه همون خواهر دوست. آره، با خواهرم تماس بگیرید و بگید که من نمیتونم نفس بکشم، بگید به دادم برسین، نمیتونم نفس بکشم، منو بیاین پیدا کنین منو. یعنی اون درکی که اون لحظه من داشتم این بود که سقف ریخته روی سر من. چقدر امید داشتی که زنده بمونی؟ واقعا امید نداشتم. یعنی هیچ امیدی نداشتی که پیدات کنم؟ بیشتر به خاطر سر و صداهای اطراف بود که صدا دیگه به کسی نمیرسه. میگفتم صدام نمیرسه، من فکر میکردم تو دفتر خودمونم، همون جایی هم که اون لحظه یادم، اومد که من آخرین بار ایستادم یه همچین اتفاقی افتاد، بعد هیچی یادم نمیومد، هر چی میخواستم فکر کنم که چه اتفاقی افتاده یادم نمیومد. عجیب ترین صداهایی که میشنیدید چی بود؟ چی میگفتن؟ صدای آجیر و جیغ، صدای فریاد، کمک میخواستن، حالا نمیدونم کمک کسایی بود که داخل بودن که باز هم با اون شدت آوار بعید میدونم، بیشتر فکر میکنم صدای جیغ و داد و کمک خواستن کسایی بود که بیرون بودن، توی خیابون اصلی بودن، چون خب خیابون اصلی ماشین زیاد رد میشد، تو پیاده رو کنار متروپول زیاد
پیاده رو کردن و راه میرفت. صدای آهناله کسی نمیشیدی؟ کسی که زیر آوا؟ متوجه نبودم، یعنی انقدر حال خودم بد بود و به خاطر اون، یعنی من بعد از اینکه توی اورژانس رفتم مثلا فهمیدم که خودم که خیلی متوجه نبودم، فقط وقتی که بهم گفتن میخواییم سرتو بخیه بزنیم، سرت مثلا پاره شده، نه ترس، میخواییم سرتو بشوریم، این چیزا رو که شنیدم متوجه مثلا ضربه خورده به سر من و فکر میکنم که حالا به خاطر ضربه‌ای که به سرم خورده بود بیهوش شده بودم، شاید هم از روی ترس نمیدونم. یه کوچولو بیایم عقب‌تر، صبحش که داشتی از خونه میومدی بیرون اون روز رو واسه همون تعریف میکنی، به چی فکر میکردی؟ مثلا هم مامان بابا خدافظی کردی یا نه خیلی مثل همه چیز روتین میرم عصری برمیگردم خونه؟ نه مثل بقیه روزا یه عکسی از من منتشر شد که در واقع این عکس داستان شد. یه عکسی بود من جلوی آینه گرفته بودم همون روز صبح، یعنی با همون لباس با همون فرم و حتی اون بند عینک، اون عینکی که توی گردنم بود و حتی زیر آوارم بود، یعنی اونو از دور گردن من باز کردن، منو در آوردن. زمانی که این عکس رو گرفتم من صبح اینو استوری کردم و بعد فهمیدم که این عکس پخش شده به عنوان فوت شده و دکتر داروخونه متروپول فوت شد، یعنی توی همون ساعت‌های اولیه این عکس پخش شد. صبح من این عکس رو گرفتم، صابونه رو خوردم و استوری کردم و رفتم سمت محل کار. آره، ولی یه چیزی که خیلی متفاوت بود با بقیه روزا، من همیشه بالا می‌رفتم برای حالا چای ریختنی، یه گپ و گفتی با بچه‌ها. اون روز من آب میوه خورده بودم، نرفتم بالا. یعنی اون روز من نرفتم بالا، یعنی اون ساعت شاید امکان داشت اصلا من بالا باشم، کنار بقیه بچه ها بوده باشم. من تا اون ساعت اصلا نرفتم بالا، توی دفتر خودم مونده بودم. یه مقدار صبح شلوغ بود سرم، بچه های تیم فروش و مدیای در واقع متروپول، درست؟ آره، ما بقیه فروش که فقط ما بودیم که دفترمون پایین جدا بود. آره. اصولا عادت داشتی برای خوردن چای بری آره، پیش بچه‌ها؟ آره، می‌رفتم بالا، حالا چای می‌ریختم برای خودم می‌آوردم پایین، یا یعنی اینکه بالا حالا یه صحبتی بخش مالی سوالی چیزی بچه‌ها داشته باشن بابت اون قراردادهامون یا حالا هر چیز دیگه‌ای، یک کپو گفتی با هم دیگه در طول روز داشتیم. بالاخره می‌رفتم بالا یه سری بهشون می‌زدم، اونا تایم کارشون که تموم می‌شد بالاخره میومدن پایین یه سری به ما می‌زدن. با کدوم یکی از بچه‌های اون طبقه بالا عیاختر بودی؟ خب معمولا با خانوم ها خیلی راحت ترم و خب همه همین شکلن دیگه. با خانوم کعبی خیلی راحت بودم، مثل خواهر بزرگتر بود. اسم کوچیکش چی بود؟ نادیا. ایشون هم فوت شد و این خانوم دیگه هم معروف شد تو این حادثه متروپول، شیرین فکر کنم. شیرین، آره شیرینم که دوستم بودن. شیرینم که فوت کردن به همراه برادرشون و خانم برادرشون، و شیرینم یه بخشی و یه تایمی رو پیش ما کار میکردن. شیرین پیش ما کار میکرد، ولی خب زمانی که دیگه حالا درگیر کارای عقدش و ازدواجش و این قضایه شد، زمانی که شیرین درگیر کارای عقد و ازدواجش شد از اون مجموعه ما خارج شد، از مجموعه ما جدا شد و دیگه با ما کار نمی کردن. که حالا بعد از ایشون نیروهای دیگه ای اومدن که در نهایت جایگزینشون خانم آمنه امینیان بودن که ایشون هم فوت کردن. یه خاطره واسه خانواده نادیا تعریف میکنی؟ از دوستی خودت و نادیا راجب چیا حرف میزدین؟ نادیا ما همیشه در مورد لباس صحبت میکردیم، خودش خیلی خوش پوش بود، در مورد لباس با هم دیگه صحبت میکردیم، خرید میرفتیم با هم.
آخرین کیفی هم که یادگاری با هم خریدیم رو من زیر آوار گذاشتم. رویاهاش چی بود؟ یه مقدار خصوصی بود. ولی خب نادیا خیلی مهربون بود. خیلی خانم خوبی بود. خیلی. و خب واقعاً رفتن همشون عذابم داد. رفتن همشون خیلی اذیتم کرد. خیلی. هنوز که هنوز من نگاه به تک تک عکساشون که میکنم، آی خسروی که اصلا کنار خود خانم امینیان بودن و دعوای خانم امینیان پیش آی خسروی و دست آی خسروی کار میکردن، بقیه بچه ها اینا، زمانی که من عکساشون رو میبینم میگم آخه چرا الان نباشن، چرا باور کردن. آره سخت. الان که من یه مقدار شبه حالا تو خودم میرم فکر میکنم به دختر کوچولی آقای خسروی، چند وقت پیشم تولدشون بود، فکر میکنم میگم که خب چرا حالا مثلا نباید کنارش شد. باشه اونم آقای خسروی که همیشه مثلا میومد صحبت میکرد از دخترش رو برمو تعریف میکرد، انرژیش خوب بوده. یا شیرین که همیشه مثلا من گفتم قبلن می اومد اون حسای خوبش رو به اشتراک میذاشت با ماها. بعد شیرین فوق العاده آدم اکتیوی بود. یعنی این هر روز صبح می اومد اولین کاری که میکرد زنگ میزد فاتی بیا دمه در بریم قهوه بزنیم، که دیگه بعد از اون که شیرین رفت دیگه من گفتم بابا بی معرفت من تنها شدم. نادیا هم گفت نه قصه نخور میریم با هم میخوریم. شیرین تو کدوم موقعیت متروپول فوت شد؟ تو ماشین؟ من اول که اطلاع نداشتم، حالا بعد از اون اخبارها و اون اطلاعاتی که از خانواده و حالا اطرافیان و دوست آشنا گرفتم، شیرین جان رفته بودن که دنبال برادرشون و خانم برادرشون مریم جان، چون کافه معروفه رو داشتن، کافه مری، بله کافه مری، که این کافه رو زده بودن. مریم کیک‌های مخصوص خودش و چیز کیک‌های مخصوص خودش رو درست میکرد. شیرین رفته بوده دنبالشون که این اتفاق میفته. آوار رو ماشینش؟ آره، آوار روی شیرین داخل ماشین بوده و آوار روی ماشینش میریزه. گوشیتون اینقدر بی زحمت اگه میشه باز کنید، فقط خودتون میبینید، من اصلا نمیخوام نگاه بکنم، میخوام بریم تو چتاتون با نادیا که رفیق صمیمیتون بوده. البته من چتای خیلی قدیمی ترمونو ندارم، خیلی چتمون کوتاهه. خب من چی حرف میزدیم؟ یادگاری نگهش داشتم. آره حتما. چی نوشتین اینجا؟ اگه دوست دارین، اگه خیلی خوستی نیست. نه، یکی دوتا صداشو دارین پخش کنین؟ نه ندارم متاسفانه، چون گوشی عوض کردم. آره. راجب خود شرکت پرسیده بود که گفته فاطمه تا ساعت چند هستی؟ و بهش گفته بودم که هستم فعلا میمونم. بعد نوشته که من دارم میرم و حالا بالاترش هم که راجبه باز دوباره یه چند تا پیج براش فرستاده بودم، یه چند تا پیج لباس براش فرستاده بودم و نظرشو گفته بود. و ما بقیش هم که دوباره صحبتهای همیشه همون، میای بالا، هستی، نیستین، بالا چه خبره، کی هست؟ متعهد بودیشون؟ ایشون نه، ازدواج کرده بودم، متعهد بودم. و همسر ایشون هم در واقع الان داغ داره. بله. برگردیم به اون سکانسی که شما زیر آوارین، انگشتاتو با هر تلاشی بود اووردی بیرون که انگشتاتو ببینن، درسته؟ یه جوری که فقط اعلام دو تا انتخاب داشتم که یا گوشی دستم باشه یا دستم بیرون باشه، چون من یک دستم گیر بود. آره، فقط یه انتخاب داشتم. زمانی که من تماسم قطع شد با اون دوستم که داشتم صحبت میکردم، خب دیدم متوجه نمیشه، داره جیغ میزنه، من دارم گریه میکنم و انرژی من داره هدر میره. همکارم اومد پشت خط، که توی واحد فروش آیه حجازی که همکارم بودن،
و اون ساعت ایشون بیرون بودن، درگیر یه بخشی از کارهای اداری شرکت رو هم انجام میدادن، اون ساعت درگیر کارهای اداری بودن، بیرون بودن، که اتفاقا قرار بود که تا نیم ساعت بعدش ایشون برگردن دفتر و من قرار بود برم بیرون کار اداری داشتم و دنبال یه کاری بودم و میخواستم برم اون کار رو انجام بدم، که دقیقا یه چند دقیقه قبلش باش تماس گرفتم، گفته بودم که چقدر دیگه برمیگردی دفتر که من برم دنبال کارم، که گفت من برمیگردم تا یه ربع ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه برمیگردم. گوشی من که زمانی که زنگ خورد پشت خط اومد، که ما داشتیم صحبت میکنیم، پشت خط اومد که در واقع ایشون اولین نفری بود که، یعنی در واقع دومین نفری بود که داشت با من تماس میگرفت و خبردار شده بود که متروپول ریخته و من اون داخل بودم. تلفنشو جواب دادم، گفتش که کجایی؟ گفتم صدام دیگه واقعا در نمی اومد. گفتم که من دیگه صدام در نمی، نفس ندارم دیگه، نمیتونم صحبت کنم، من تو دفتر بودم، نمیدونم چی شد، فقط نجاتم بده، سقف ریخت، زیرگیر کردم، هیچی نمیبینم، فقط نجاتم بده. یعنی فقط میخواستم التماس یکی کنم که بیاد منو پیدا کنه، انقدر که وضعیت نفس کشیدنم سخت بود و دیگه هیچ توانی نداشتم. و تلفن قطع شد. آره تلفن قطع شد. من تلفن، آها، من بهشون گفتم که من تماسو قطع میکنم، یعنی فقط تونستم با نهایت صدایی که دارم بهشون گفتم من تماسو قطع میکنم و دستمو میارم بیرون. آفرین. بهش گفتی؟ بهشون گفتم. آفره. ولی صدام اونقدر پایین بود که نمیدونم، حالا فکر میکنم متوجه نشد، نشنید، چون زمانی که رسید اونجا مرتب گوشی من که همینجور پای سر هم زنگ میخورد. من دیگه بعد از این تماس گوشی رو ول کردم. یه حالت چاله خیلی کوچولو، نه خیلی این که مثلا بگم گوشیمو ول کردم افتاد، نه افتاد همین کنار پام. آره. ولی گوشی رو دیگه پرت کردم، دیگه نمیتونستم برش دارم، چون این دستم که گیر بود، اینم که از آرنج گیر کرده بود، نمیتونستم دستمو برگردونم. زمانی که گوشی افتاد من فقط صدای گوشی رو دیگه میشنیدم و نمیفهمیدم دیگه از اطرافم. و تو دلت و قلبت به چی فکر میکردی؟ قبل از اینکه گوشیمو بندازم میخواستم با مامانم تماس بگیرم، باش خدافظی کنم و بهش بگم که از آجیامو بابا هم خدافظی کنم. بعد از اینکه با همکارم صحبت کردم، من بابام یه تماس هم داشت با من، من اینو فراموش کردم بهتون بگم، یه تماس با من داشت، متوجه موقعیت هم نبود، فقط دیگه دید من انقدر حالم بده و تماسمون خیلی کوتاه بود، یعنی اصلا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم، فقط یه جوری منظور بهش رسوندم که حال من خوب نیست و انگاری که پدرم استرسش خیلی بیشتر شد. یعنی وقتی برای من تعریف میکنه میگه اصلا زمانی که من رسیدم اونجا هیچی رو نمیدیدم، فقط وقتی دیدم که دفترتون نیست اصلا دنیا رو سر من خراب شد، من فقط خوردم زمین. مثل همه مردم و زنهایی که تو آدرس متروپول ما تصاویرش رو میدیدیم، جیغ میکشیدن، سینه زنی میکردن، گریه میکردن. بالاخره پدرم چیز بوده دیگه. آره. استرس داشته دیگه. یه چیزی بگم دور از جون شما، البته شما تا دم مرگ رفتی، حسش چه شکلیه؟ این حسی که من داشتم خیلی بد بود، یعنی این شکلی که من داشتم میمردم، یعنی اگر که به خفگی منجر میشد خیلی بد بود. من از کمبود اکسیژنی زیاد از حال رفته بودم، چون زمانی که سنگو از روی من برداشته بودن که حالا به هوش نبودی؟ نه متوجه، شایدم، چون همکارم گفت چشمتو باز کردی منو دیدی، ولی من چیزی یادم نمیاد. زمانی که منو پیدا کرد، من 6 ساعت زیر آوار بودم، 6 ساعت زیر آوار بودم، دقیق نمیدونم چقدر زمان بود که منو پیدا کردن، ولی خب زمانی که همکارم رسیدن به اون محل، خب خیلی تماس گرفته بوده با من که دیگه من جواب نداده بودم. بهش گفتن که داخل نرو،
ساختمون داره میلرزه، داره میریزه، نرو داخل. میاد داخل و از دیوار پشتی دفترمون که دیوار به دیوار یه مغازه داخل مجتمع متروپول بوده میره و میبینه که آوار کامل دفتر رو پر کرده. آره. و زمانی که داشته از این، یعنی از کنار یه مغازه بوده، مغازه سرنفشی بوده که منو پیدا کردن، از کنار این مغازه که رد میشه میاد داخل که بره داخل و ببینه، زمانی که داشته برمیگشته دست منو میبینه، متوجه ناخونای منو انگشتای من میشه و سری نیروهای امدادی میاد و سنگو از روی من برمیداره و داد میزنه که پیداش کردم. خدا رو شکر. بیاین کمک کنین. قبل از این اتفاق هر روز به مامانت میگفتی دوستت دارم یا نه؟ نه، ولی خب اینجوری هم نبود که دیگه، یه جورایی اون عشق و محبتی که بین مادر و دختری هست اینجوری هم نبود که نشونش ندم. همیشه من با مامان بابام و هر دوتا خواهرام خیلی خیلی صمیمیم، یعنی جومون اینجوری. ولی اون لحظه که احساس میکرده یه آخرین باره بود دیگه، دوست داشتم واقعا با تک تکشون، یعنی اون لحظه فقط میگفتم خدایا میشه یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه همشون بیان بالا سرم، یه بار دیگه ببینمش. دنیای بعد از متروپول چقدر عوض شده با دنیای قبلش؟ خیلی. روحیاتت، رویاهات، زندگیت، اطرافیانم که میگن خیلی عوض شدی. چند وقت پیش بود خواهرم داشت میگفت احساس میکنم واقعا فاطمه انگار یه آدم دیگه شده، اصلا میگه چند سال اومده رو سنش، پخته تر شدی. آره حس میکنم که الان یه دید دیگه به زندگی دارم و واقعا این جمله‌ای که میگن آدم از یک ثانیه دیگه خودش خبر نداره رو کامل درک می‌کنم. الان زندگی رو بیشتر دوست داری؟ زندگیمو بیشتر دوست دارم و بیشتر قدرش رو میدونم، بیشتر قدر آدمای اطرافم رو میدونم. الان این حادثه باعث شده که یه زایعه نخاعی هم برات به وجود بیاد. دقیق برامون تعریف میکنی که چه مسائل و مشکلاتی داری بعد از متروپول؟ زمانی که من زیر اون حجم آوار بودم، خب به خاطر اون سنگینی زیادی که به بدن من وارد شده بود، من زیر چند تن آوار بودم و اون 6 ساعتی که بی حرکت تقریبا میشه گفت از شکم به پایین زیر آوار گیر کرده بود و نمیتونستن منو در بیارن، یعنی من نمیدونستم که پاهام بی‌حسه، فکر میکردم پاهام گیر کرده. زمانی متوجه شدم که زمانی که داشتن آوار رو از کنار یه جای دیگه ناامید شده بودن از این که منو در بیارن، نمیتونستن دیگه، تواناییشو نداشتن. بعد چند ساعت میگفتن که نمیشه دیگه، در نمیاد، پاش در نمیاد، یه فکر دیگه ای کنید یا حالا قطع کنید پاشو، ولی این در نمیاد دیگه، گیر کرده. یعنی حتی به اینجا رسیدن که پاهای تو رو قطع بکنن که من فقط بتونن... با گریه. آره فقط با گریه نگاه میکردم، اصلا خودم که نمیتونستم صحبت کنم، ولی خب فقط رو با گریه نگاه به اطرافم میکنم که چجوری دارن تصمیم میگیرن. خیلی ترسیده بودن و یعنی واقعا یه اتفاقی هم بود که اونا هم ندیده بودن تا حالا، یعنی اون گروه امداد یا حالا اون گروه آتش نشانی ندیده بودن واقعا همچین مسئله یا همچین اتفاقی رو. خودشون هم خیلی ترسیده بودن، هول شده بودن، اصلا نمیدونستن الان یه نفر که اینجا دارن نجاتش میدن، یکی دیگه جای دیگه، یعنی گروه ها پخش شده بودن، یعنی تمام تلاششون رو اومدن انجام دادن، ولی از یه جایی به بعد انگاری که خودشون هم ناامید شده بودن، یعنی همونجور که من از اولش ناامید بودم. تو میشنیدی که دارم میگن پاشو قطع کنید؟ اینو شنیدم که گریه کردم. راضی بودی پاتو قطع بکنن و زنده بمونی؟ بهش فکر نکردم، چون همون موقع نمیدونم چی شد که فقط شنیدم که میگفتن که نه این کارو نکنید، که حالا فکر میکنم صدای خانواده‌ام بود،
من خانوادم رو نمیدیدم به چشم، چون بالای سرم قرار داشتم با فاصله. صدای خانواده هم بود، صدای یه سری از حالا کسایی که بالا سر خودم بودن. تشخیص میدادی مثلا صدای مامانت، خواهرت؟ اصلا متوجه نبودم. ایچ. من فقط زیر آوار یه لحظه بابامو دیدم که خیلی قرمز شده بود. حالا ولی قوت قلب بود اونجا برات؟ خیلی خیالم راحت شد که بابام اینجاست و حواسش هست. بابا اومد بالا سرم، فقط یه لحظه به من گفت بابا اصلا نگران نباش، اصلا نترس، من همینجا، من بالا سرتم، اصلا نترس، منو نمیبینی ولی من دارم میبینمت، اصلا نگران نباش. یه صداهای دیگه هم میشینم که مثلا آقا با ما این کارو میکنیم، یکم دیگه صبر کنید، اکسیژنش رو فراهم کنید، ما این کار رو انجام میدیم. که حتی از گروه های آتش نشانی دو سه نفر بودن که اصلا با دستای خودشون بدون دستکش فقط این سنگا رو، یعنی من میدیدم که دستاشون زخم شده ولی این سنگا رو کنار پای من میکندن و کسی میگفت بابا به خدا ما درت میاریم، نگران نباش، هر جوری شده ما درت میاریم، نترس. دمشون گرم. این وسط ها صدا میشنیدم، داد میزنن، ساختمون داریم میریزه، یه تعداد فرار میکردن، یه تعداد دیگه میموندن. خیلی جو جوری بود که همه شوکه بودن، همه ترسیده بودن. رفتی بیمارستان آی سی یو و اومدی خونه، فرصت شده یا وقت کردی یا اصلا دلت خواسته با خدا حرف بزنی بابت این اتفاق؟ خیلی زیاد. بعد از زمانی که توی بیمارستان به خودم اومدم و دیدم پاهام تکون نمیخوره، گریه میکردم، میگفتم که آره من دیگه نمیتونم راه برم. نمیگفتم به بقیه، بقیه میگفتن که نه مشکل نخایی نداری تو، فقط مهره های کمرت شکسته، سه تا از مهره های کمرت شکسته که این کمربند تو ببندی جوش میخوره، مشکلی نداره، فقط باید رعایت کنی تکون نخوری. در واقع داخل بیمارستان که من اصلا 3 هفته که توی بیمارستان بودم که اصلا نمیتونستم تکون بخورم، یعنی کامل من به کمر خواب بودم، کمربند بسته و فقط پشتی تخت حالا عقب جلو میشد و منو تکون میدادن. خیلی با خدا صحبت میکردم که خدا یعنی میشه دوباره راه برم، خدا اصلا چی شد که این اتفاق افتاد. اینو زمانی من با خدا صحبت میکردم که متوجه شدم بقیه ساختمون ریخته و بقیه مردن. تا قبل از اون که خبر نداشتم، واقعا تو خودم نبودم. از بعد از اون که متوجه شدم بقیه مردن و فقط من زنده موندم، همه چی برام یه رنگ دیگه شد، یعنی همه چی واقعا عوض شد. الان در حال درمونی و میدونم پروسه خیلی سختیه، با بابا هم حرف زدیم، خیلی هم هزینه بره و خیلی هم داری اذیت میشی، امکانات آبادان هم کمه. چقدر امیدواری به این که خوب خوب شی، همون آدم قدیم بشی و چه نیازایی داری الان؟ از لحاظ اینکه من برای درمان مجبور شدم بیام تهران، یعنی روز اول که اصلا میخواستن منو بیارن تهران، بیمارستان تهران بستری شم، که به خاطر وضعیت خیلی شدید و خیلی اون حال ریسکی که من داشتم، دکترها قبول نکردن که من توی این مسیر طولانی قرار بگیرم یا حالا با پرواز فرستاده شم، که اعزام شدم اهواز، بیمارستان اهواز اعزام شدم با آمبولانس که بودن 1 ساعت راه هستش از آبادان تا اهواز، من 1 ساعت رو با آمبولانس اعزام شدم. در حال حاضر هم درگیر 3 تا مهره کمرم هستم که همچنان کمربند میبندم و خب 2 ماه از اون قضیه گذشته و هنوز نیاز به زمان هست، چون اون دردی که توی پاهام حس میکنم و اون سختی که موقع راه رفتن دارم، خب یه بخش بیشتریش به خاطر کمرمه، به خاطر اون آسیب محکمی که به کمرم وارد شده. و نیاز داری که فوق تخصصای بله حرفه‌ای تو رو ببینن که زودتر درمان بشی، که مطمئنم بعد از دیدن این برنامه کلی آدم درجه 1 مثل خودتون، مثل خانوادتون و مثل همه ایرانی‌های دیگه میان کمک تو، دست تو میگیرن که تو زودتر خوب بشی. میخوام 2-3 جمله یادگاری بگی و تمام.
یه جمله میخوام به دوربین خودت بگی، به همه رفقایی که تو متروپول داشتی، تو اون طبقه بالایی که دور هم جمع میشدین، یه جمله خاطره بازی بین خودتون و همین تو عالم رفاقتی خودتون. دلم براتون تنگ میشه. ما یه جو صمیمانه داشتیم، درسته که یه محیط کاری بود و درسته که تایم خیلی طولانی کنارتون نبودم، ولی یه اتفاقی که افتاد، شما ها انقدر مهربون بودین و انقدر زود با من جور شدین، انقدر زود پذیرای من بودین که من خیلی زود باهاتون کنار اومدم، خیلی زود باهاتون صمیمی شدم. امیدوارم که جاتون خوب باشه و مطمئنم که جاتون خوبه و همین. یه جمله اختصاصی به نادیا، رفیق صمیمیت. نادیا جان، درسته که هنوز وقت نکردم که بیام ببینمت، میدونم که خودت دیدی و میدونی و حواست بوده که تو موقعیتی نبودم که بیام ببینمت، ولی خیلی زود میام بهت سر میزنم. فقط تو که انقدر جات خوبه، برای من دعا کن که هرچی زودتر بتونم که راه برم و بیام ببینمت. خیلی از پدر مادرها داغدار شدن، خیلی از همسرها داغدار شدن. میخوام از زبون خود فاطمه بهشون تسلیت بگی و بهشون تسلی بدی. درسته که کنارتون نبودم، ولی همیشه جویای احوالتون بودم و از خدا براتون صبر میخوام. میدونم که خیلی درد بزرگیه و خیلی اتفاق بزرگی بود این اتفاق و هیچ وقت فراموش نمیشه، ولی بدونید که من همیشه هستم، همیشه کنارتونم و مطمئن باشید که بچه ها انقدر خوب بودن که الان خیلی جاشون خوبه و آروم آرومن. که دوست دارم واقعی هم به مامان بابات هدیه کن. مامان و بابا خیلی دوستتون دارم و خوشحالم که دوباره کنارتون. زندگی تو بزنیم رو دور تند. از لحظه‌ای که تو پروژه متروپول استخدام شدی تا اون لحظه‌ای که خودتو زیر آوار دیدی و همین الان، فکر میکردی قصه این قصه عجیب تو زندگی رقم بخوره؟ هیچ وقت فکرشو نمیکردم، هیچ وقت، که یه همچین اتفاقی بیفته، کنار این همه آدم کار کنم، یه همچین اصلا فکرشو نمیکردم که این ساختمون بریزه، یه روز این ساختمون یه تعداد خیلی زیادی آدم رو عزادار کنه و تنها کنه. و اگه بخوای برای قصه زندگیت یا فیلم زندگیت یه اسم بذاریم، اون اسم چیه؟ قطعا متروپول. متروپول رو قبلا آقای کیمیایی ساخته. واقعا؟ متروپول دو. ولی این متروپول دو بود واقعا. چون این برجای دو قلو بود. آره. و این برج شماره دومون بود که متروپول شماره دو بود. و یه سوال دیگه، چون دخترها خیلی احساسی ترم میپرسم، تو بین همه آدمایی که فوت شدن توی حادثه متروپول، دلت واقعا بیشتر برای کی سوخت؟ بیشتر از همه برای شیرین که خیلی امید به زندگی داشت و خیلی منتظر عروسیش بودم. قرار بود دعوتمون کنه عروسیش. خونش میدونم لباس عروس و حقش. اگر شما هم دوست دارید پرایوسی مهم زندگیتون رو تو برنامه پی وی با بقیه به اشتراک بذارید، این صندلی منتظر شماست.